از لندن سلام دارم به شما آقای حسن دایی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس لابیگری نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور که در ایالت کنتیکت آمریکا به سر می‌برید. سلام دارم خدمتتون آقای فرهودی عزیز و سلام دارم به همه بینندگان. آقای دایی، هفته پیش همزمان با اعلام خبر معامله 25 میلیارد دلاری شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا برای فروش هواپیماهای مسافربر به ایران، خبر دیگری هم مورد توجه محافل مطبوعاتی قرار گرفت و اون اینکه این افشاگری که آقای تامس پیکرینگ، مقام ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن حمایت علنی از توافق هسته‌ای با ایران بی سر و صدا مشغول لابیگری به نفع بوئینگ برای فروش این هواپیماها به ایران بوده. شما که با سابقه آقای پیکرینگ بسیار آشنا هستید، مطالعات زیادی در مورد ایشون انجام دادید، در ابتدا اختصاراً بفرمایید تامس پیکرینگ کیست؟ تامس پیکرینگ دیپلمات سابق آمریکاست. ایشون قبلا سفیر بوده در خیلی از کشورها، من جمله سفیر بوده در اسرائیل، معاون وزارت خارجه آمریکا بوده. مثل بسیاری از سیاستمداران آمریکا، پس از اینکه از کار دولتی بیرون اومد وارد بخش خصوصی شد. از سال 2001 به بعد نزدیک 5 سال معاون روابط بین المللی بوئینگ بود. بعد از سال 2006 ایشون شد مدیر یک کمپانی لابی، یک مؤسسه لابی در واشنگتن به نام هیلز. به اعتقاد من جزو چند چهره، اگه نگیم یکی از مهمترین های لابی طرفدار جمهوری اسلامی و طرفدار دوستی با جمهوری اسلامی و برداشتن تحریما بوده. در این سالا فعالیت های خیلی زیادی داشته. از همون سال 2001 ایشون عضو هیئت مدیره شورای آقای امیر احمدی، شورای آمریکا ایرانی بود. بعد که نایاک قوی تر شد، ایشون جزو هیئت مشاوران سازمان نایاک بود و ایشون در مذاکرات پنهانی هم که با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا در مراحل مختلف، مقاطع مختلف بوده، همواره حضور داشته. آیه دایی، من به یاد دارم در سال 2006 که با آقای پیکرینگ یک مصاحبه تلویزیونی یک ساعته داشتم، ایشون اذعان داشت که سفری به ایران داشته در سال 2004 و گفتگوهایی با مقامات ایرانی کرد. اون در اون زمان ایشون در بوئینگ خدمت میکرد، جزو مقامات ارشد بوئینگ بوده. آیا این امر بر دیگران پوشیده بود که مثلا سفر آقای پیکرینگ به ایران برای چیزی غیر از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران بوده، کار دیگری میخواسته اونجا انجام بده، که الان این مسئله داغ شده که آقای پیکرینگ میاد و در واقع یک نوع افشاگری شده که ایشون دست داشته در این معامله؟ من اتفاقا تعجب میکنم که بیشتر کسانی که این افشاگری رو میکنن میدونستن. ایشون، من یادمه که همین سال گذشته در اوج موقعی که بود بحث بود در آمریکا که این نوع سازش هسته‌ای، چون همه طرفدار سازشن ولی کدام سازش هستی؟ یادمه که یک مناظره خیلی داغ و آتشینی بود که در یک طرف آقای پیکرینگ در کنار فیلیپ گوردون که مسئول کاخ سفید در امور همین ایران بود، در یک طرف ایشون بود، در طرف دیگه مایکل دوران بود و آقای مارک جوگوویچ. میدونستن همه و حالا اینو مطرح میکنن، همه میدونستن که ایشون برای بوئینگ باید به دیگران داره لابی میکنه. منم تعجب میکنم چرا الان اینقدر مصدر میگن. از آقای پیکرینگ سوال کردن که آیا موقع گفتگو با نمایندگان کنگره آمریکا و مطبوعات در مورد رابطهش با بوئینگ به اونها چیزی گفته بوده یا نه، ایشون حاضر نشده به این سوال که از طریق ایمیل ازشون پرسیده شده جواب بدن. فکر میکنید علت امتناعش از پاسخ چیه؟ آیا میترسه که به نوعی مثلا خودش رو اینکریمینیت کنه، یک نوع گناهی متوجه او مثلا بشه، به این ترتیب جرمی متوجهش بشه؟ جرم که من نمیدونم در قانونی چه صورتی داره، چون ایشون موقعی که به اصطلاح نظر اخلاقی چرا، نظر سیاسی در آمریکا هست، این هست وقتی شما به اصطلاح منافعی دارید در یه چیزی بعد نمیگید این رو، خب مثلا اخلاقی نیست که شما دارید دفاع میکنید از این سازش و اون رو به نفع منافع آمریکا میدونید، تحت این نام دارید مبارزه میکنید و
بعد بیاد بگی مشخص بشه که شما پنهانی داشتید برای بوئینگ و بقیه لابی هم میکردید، پول میگرفتید. پنهانی که نه، یعنی نمیگفتید به دیگران. همین مسئله ای که پیش اومد در مورد مثلا NPR، رادیو سراسری آمریکا، که مثلا بنیاد پلاشر که طرفدار سازش دوستی با جمهوری اسلامی پول میگرفته، بعد مدیر این بنیاد و بنیاد پلاشه رو دعوت میکرده به رادیو، بعد میگفته به شنوندگان که آقا این آقایی که ما مهمان دعوت کردیم به ما پول داده. این رو باید بگه، اخلاقا سیاسا باید بگه. ولی میدونیم در آمریکا مقامات شاغل بعد از اینکه بازنشسته میشن از دولت میرن بیرون، میرن و با استفاده از نفوذی که کسب کرده بودن در دولت میرن در سازمانهای خصوصی مشغول به کار میشن، کارهای لابیگری یا کارهای دیگه و چیز رویداد غیر منتظره ای نیست، یعنی یک چیزی که در گذشته بارها انجام شده توسط مقامات آمریکایی. چرا حالا آقای تاماس پیکرینگ باید بیاد و زیر ذره بین قرار گیره به خاطر کاری که خیلی دیگه از مقامات آمریکایی هم انجام دادن؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که ببینید، برای اینکه این سازش هسته، این نوع سازش که در اون خب یه امتیازاتی به جمهوری اسلامی دادن، مثل حق غنی سازی، این که بتونه بین 10 تا 15 سال بسیاری از فعالیتاشو دوباره شروع بکنه، ایده با این مخالف بوده. در اون دوره که این مخالفت ها بود و در ضمن کاخ سفید طرفداری میکرد، کاخ سفید به کمک نزدیک 100 گروه و یکیش که نایاک بود، خیلی از این همین لابی های تجاری بودن، آقای پیکرینگ و بقیه بودن، میومد چیکار میکرد؟ میومد مخالفین این سازش رو به جنگ طلبی، نوکری برای نتانیاهو و و و متهم میکرد که در افکار عمومی اینها رو بدنام، خراب بود. در مقابل الان که خب سازش دیگه تموم شده، اینها یکی یکی در این مسائل مطرح میکنن مخالفین که آقا شما که به ما گفتید جنگ طلب سازش، خودش برای پول این کارا رو میکرد، خودش منفعت بشه، اینها رو به من نمیگفتید؟ یکیش به نظر من میتونه این باشه. میدونیم که آقای پیکرینگ برای سازمان نایک هم باشون همکاری داشته و دانسته است که نایک پولهایی دریافت کرده از رژیم جمهوری اسلامی ایران. آیا هیچ ارتباطی میشه بین اون پولها و کمک هایی که پیکرینگ با نایک کرده برقرار کرد؟ هیچ میشه تصور کرد این پولها ممکنه به نوعی منتقل شده باشه؟ عرض کنم که خب ما چیزی در مورد پول مستقیم از جمهوری اسلامی حتی به نایاک هم نیست و احتیاج هم نیستش. که ببینید، این تاجران ایرانی و آمریکایی که طرفدار دوستی و کنار اومدن با جمهوری اسلامی هستن، به اعتقاد من اینها منابع مالی نایاک رو در درجه اول تأمین میکنن، بنابراین احتیاجی به ارسال پول از بانک نمیدونم صادرات در تهران برای نایاک که نیستش که. ولی واقعش اینه که یعنی به صورت مستقیم نیست، میفرمایید که به صورت غیر مستقیم نظام جمهوری اسلامی کمک میکنه به سازمان. من اعتقاد دارم کسانی که یعنی ببینید اصلا لابی طرفدار جمهوری اسلامی رو همین آقای پیکرینگ ببینیم، اصل لابی رو فهمیدیم. اینا سال 93 1993 که اومدن به شرکت کونوکو پیشنهاد قرارداد نفتی رو دادن، کونوکو در آمریکا برای اینکه بتونه بره اون قرارداد در ایران انجام بده، شروع کرد هوشنگ امیر احمدی و گریسی که اینا حمایت کردن، حمایت مالی بهشون پول میداد. یا مثلا لابی بزرگ تجاری آمریکا به نام یو اس ای انگیج، یکی از اصلی‌ترین حامیان این لابی های به اصطلاح ایرانی طرفدار دوستی بوده. یعنی کسانی که منفعت دارن از رابطه با جمهوری اسلامی پول میدن. مواردی هم بودیم، عرض کردم مثلا فلان تاجری که در لندن 700 هزار دلار پول میده به مؤسسه در آمریکا که در رابطه با جمهوری اسلامی به نفع مثلا سازش دوستی بیان کار و فعالیت رو لابی بکنن. از این مثال ها خیلی زیاد. خب این اون پول خود اون تاجر که نیست، پول حکومت ایرانه که به تاجر منتقل میشه و اونم منتقلش میکنه به جای دیگه. ببینیم پول جمهوری اسلامی که البته میگم سند و مدرکی که من ندارم، جمهوری اسلامی پول زیادی خرج میکنه خودش، چه با اسناد وزارت خارجه و بقیه خودشون میگن که فعالیت های لابیمون رو در این سالها دو برابر کردیم. خب بالاخره این پولا باید یه جا بره دیگه. ولی خب مثلا ببینید این بنیاد علوی، این بنیاد علوی میلیون ها دلار در سال درآمد داشت، متاسفانه دادستان نیویورک هم نیومد لیست دریافت کنندگان این پولها رو بده. ما خبر نداریم به کیا این پولها میرن. البته در مورد نایاک من خدمتتون بگم، در جریان دادگاه ما شهادت داشتیم، کسانی بودن که گفتن که نایاک حتی نقدی
از مقامات ایرانی پول گرفت. این رو ما داشتیم، کسانی که این رو گفتن. بله، نه باید اینجا بگویم که ما بارها سعی کردیم با مسئول نایک آقای پارسی، تریتا پارسی، مصاحبه انجام بدیم در مورد مسائل مختلف مربوط به ایران و فعالیت های نایک. ایشون خودداری کردن از حضور در این مصاحبه. آقای دایی، میخواستم به یک نکته دیگری اشاره کنم. میدونیم شورای ملی مقاومت، گروه مخالف جمهوری اسلامی که مجاهدین خلق هسته اصلی اون رو تشکیل میدن، اونها هم استفاده میکنن از این چهره های برجسته پیشین دولت آمریکا برای پیشبرد آرمان خودشون، گرد همایی هایی که میذارن در گوش و کنار جهان. از بعضی از این افراد دعوت میکنن میاین، مثل رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، و عمرای پیشین ارتش آمریکا و مقامات گوناگون. حالا من اسمشون الان دقیقا به یادم نیست، ولی گفته شده بود در گزارش های مطبوعاتی که این افراد پول دریافت میکنن به عنوان لابیگر، بین 25 تا 30 هزار دلار دریافت میکنن که برند مثلا در دور همی که گروه شورای مقاومت ملی میذاره اونجا بیایند و به نفع این سازمان صحبت بکنن. شما چه تفاوتی بین اون کار، بین کار شورای ملی مقاومت و این کاری که الان در مورد پیکرینگ داریم درباره این صحبت میکنیم قائل میشید؟ به طور کلی خب لابی کردن که در آمریکا برن قانونیه، و حالا این پولایی که به این سیاست مداره دادن، اگه حق سخنرانی باشه، چون هر کسی شما در آمریکا دعوت بکنید باید یه حق سخنرانی بهش بدید. خود تریتا پارسی هر جا میرفته پول میگرفته، این با لابیگری فرق داره. اما در کلش ببینید، مسئله اینه که لابیگری این که خوبه یا بده، اینه که در خدمت کیه، به نفع کیه، در چه جهتیه. اگر اصل لابیگری استفاده از مقامات از نفوذ سیاسی که بد، در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی اگر نقشه بسیار فعالیت لابی ها رو ببینید، قدیمی ترین لابی که خب یکی نایاک ایپک، لابی طرفدار اسرائیل که در اون طرف یعنی مخالف جمهوری اسلامی، تو یکی دو سال اخیر به علت تنشایی که به اسرائیل بوده بین آمریکا و اسرائیل، یه مقدار به صورت علنی فعالیتاشو در رابطه با ایران علنی کم کرد. بله. بعد باز هم در همون جبهه بنیان دفاع دموکراسی که خیلی قوی شده به اعتقاد من، خیلی هم فعالیت میکنه، فعالیت گسترده و خیلی مهم و جذابه میداره. این در اون مجاهدین خب در یه دوره ای مثلا علیه تروریستی دارن و در حال حاضر که میخوان حفاظتی باشه برای اون دسته از اعضایشون که در عراق بودن، لابی زیادی در آمریکا هم کردن، حضوری هم در کنگره دارن قابل مقایسه با ایپک و نمیدونم دفاع دموکراسی نیست. در اون جهت در رأسشون لابی کمپانی های تجاری آمریکا هستن که USA Engage اصلی ترینشونه و نایاک و اینها هم مورد حمایت اینها، یعنی نایاک مورد حمایت این لابی های تجاری هستش. اینا در جهت مخالف هستن که برای حمایت میکنن از دوستی با جمهوری اسلامی و برداشتن تحریم ها. یه مثلا کلی اگه بخوام چه کسایی فعالیت کنن این هستش. بله، روزنامه نیویورک پست آقای دایی سرمقاله داشته یکی دو روز اخیر و با اشاره به افشاگری در مورد پیکرینگ این پرسش رو مطرح کرده که آیا کسان دیگری هم از هواداران برجام هستند که برای حمایتشان پول دریافت میکردند؟ پاسخ شما به این سرمقاله چیست؟ او همشون اینجا بدون پول که چیز فعالیت نمیکنه. بدون من مثال بزنم خدمتون، همین گزارشی که اسوسییتد پرس داد که مؤسسه پلاشیر به چه کسایی پول میده، من خود من یه گزارش دادم یه سال و نیم پیش، اومدم گزارشات مالی پلاشیر رو نگاه کردم در رابطه با ایران. مثلا گری سیک سالی 72,000 دلار میگیره، الان سال هاست، یه چیز ایمیلی داره به نام گالف 2000 بله. یه در جمع کرده دو چند هزار نفر هم برشون اخبار در رابطه با دوستی جمهوری اسلامی ایشون خیلی فعاله. خانم باربارا استوین سالی فکر کنم 70,000 دلار میگیره. ولی آقای اینم اینجا بگویم که در اون ایمیل هایی که میفرسته گری سیک از طریق اون پروژه گالف 2000، ایمیل های منفی نسبت به جمهوری اسلامی هم هست. همه ایمیل ها در تایید حکومت تهران نیست. خب اگه فقط اون باشه کسی نگاه نمیکنه، 90 به 10 مثلا. ولی مهم میشینه که کسانی که تو این هستن یه شبکه اطلاع رسانیه.
گری سیک خب البته الان محسن شده کمتر فعاله، ولی تمامی کسانی که رابطه با جمهوری، مثلا حسین موسوی، همین بنیاد پلاشه، به حسین موسوی برای به پرینستون پول میده که به حسین موسوی بده. خود حسین موسوی چه مصاحبه اخیری که با شرق کرد، روزنامه شرق کرد، چه حرفی که وکیلش زد و چه حرفی که جواد ظریف تو تلویزیون در مورد زد، رسما به نفع جمهوری اسلامی لابی میکنه، رسما هم بنیاد پلاشه داره پول ایشون رو در آمریکا مخارجش رو میده. خب اینو چجوری ما میتونیم توضیح بدیم که بنیاد آمریکایی داره به حسین موسویان پول میده که به نفع جمهوری اسلامی لابی کنه؟ همون بنیاد به تریتا پارسی و نایاک پول میده، به خانم باربارا استوین پول میده، به گریسیک پول میده و به دهها مؤسسه دیگه که در رابطه با دوستی با جمهوری اسلامی فعال کردن. بدون پول که اینجا کاری نمیکنن که آقای فرودی عزیز. آقای دایی، به موسویان اشاره کردین، حسین موسویان سفیر پیشین ایران در آلمان، یکی دو بار که در لندن من ایشون رو دیدم، آمده بود برای سخنرانی در چتم هاوس و جاهای دیگه، به من خیلی رک و راست گفت، گفتش که من به دستور وزارت اطلاعات نمیتونم به شما مصاحبه فارسی بدم، میتونم به انگلیسی صحبت کنم در جمع و اینا، شما سوال کنید، ولی فارسی نمیتونم با شما صحبت بکنم چون با وزارت اطلاعات مشکل پیدا خواهم کرد. نمیدونم از اون حرفای خنده دار مثل خامنه ای میگن رهبران شیعیان غیر ایرانی، مرجع تقلید شیعیان غیر ایرانی، چون اگه مرجع تقلید شیعیان ایرانی کسی رو به عنوان مرجع تقلید قبول نداره که، میگن مرجع تقلید شیعیان خارج از کشور. این دیگه از اون حرفای بامزه است. این هم دیگه دکانهایی که وزارت اطلاعات برای این درست کرده که محدودش میکنه. اگر مرتب حسین موسویان در تهران میره و میاد، کاراش هم به گفته خودش در روزنامه شرق همین یک چند هفته پیش بود، میگه من هیچ کاری تو آمریکا نمیکنم به غیر دفاع نظام. واقعا هم خب نمیکنه. بله، و جالبه که آقای دایی وقتی هم که مقاله می نوشت اون موقع در رابطه با توافق هستی که هنوز اعلام نشده بود، هنوز داشتن مذاکره، همیشه طرحهای 7-8-10 ماده ای هم ارائه میداد که چرا مثلا به نفع دو طرف هست، بعد در 11 ماده مثلا توضیح میداد که چرا مثلا اینا باید به توافق برسن. جالبه، ولی اتفاقا تو همه آخریش هم نوشته که اگه ترامپ بیاد یا مثلا خانم کلینتون رئیس جمهور بشه، به 8 دلیل مثلا یا به 6 دلیل، همش این شماره گذاری ها رو فکر کرده. تو آمریکا دیدی که تو آمریکا خب دوست دارن خیلی چیزا رو به 3 دلیل 5 دلیل 100 نفر زشت دنیا، 70 نفر زیبای دنیا، اینو دیده ایشو فکر کنه هر جا دیگه اینو به کار ببره کار درستیه. به نظر من اون یک نفر باید بهشون تذکر بده که هر جایی هم این دیگه بامزه نیست. آی دایی، در پایان می‌خواستم نظر شما رو جویا بشن در رابطه با همین معامله بوینگ. فکر میکنید این معامله انجام شدنی باشه یا اینکه فقط در همون سطح تیتر مطبوعات باقی میمونه مثل معامله که با ایرباس کردن؟ آیا این معامله میتونه حتی راهگشای انجام کامل معامله با ایرباس هم بشه؟ هفته هم یادم هست با هم صحبت میکردیم چند ماه پیش، من گفتم خدمتتون، گفتم این حرفای زیادی که در مورد سرمایه گذاری و رفت آمد است خیلی هاش کفه و بابه، به خاطر اینکه مشکل بنیادین حل نشده. این سازش هسته ای در این ضعف بوده، رفتار جمهوری اسلامی در منطقه مانع سرمایه گذاری و رابطه، مسائل بانکی بسیار جدی هست. به نظر من مشکلات در مورد مسئله بوینگ خیلی جدی تر از مشکلاتی که در مورد ایرباس بود و مسائل خیلی جدیه. ببینید من یه مثال کوتاه بزنم، این مؤسسه بنیاد مؤسسه که در دنیا هست با پولشویی مبارزه میکنه در بانک و اینها، این اومد همین 3-4 روز پیش جمعه یه گزارش سالانه داد که ما جمهوری اسلامی کماکان در لیست نگه میدارد، در لیست کشورهایی که در سیستم بانکیشون در پولشویی هست، ولی چون داره با ما همکاری میکنه دولت روحانی، ما میایم اون به اصطلاح اقدامات تنبیهی رو تحقیق میکنیم تا در یک سال آینده با دولت روحانی همکاری بکنیم، اگه همکاری مناسب کردن در لیست در بریم. البته در چم تذکر داده به بانک ها و مؤسسات مالی که حواستون باشه با جمهوری اسلامی کار میکنه، خودتون باید حواستون باشه. همون روز شیخ حسن نصرالله اومد گفت همه پولی که ما میگیریم از جمهوری اسلامیه. خب ببینید این دوتا با هم تناقض داره، شما اگه بانک میرون نباشید. حالا در مورد از این مسائل زیاده، یکی که من بگم خدمت تو اینه، الان ماهان ایر تحت تحریم آمریکاست. الان تمام تسلیحاتی که به سوریه میره از طریق به کمک بخش مهم به کمک ماهانه ایر. درست خاطر همینم تحریمه، به حزب الله اسلحه میده، همین کارو میکنه.
حالا شما تصور بکنید بخواد بوئینگ به جمهوری اسلامی هواپیما بفروشه، دو تا از هواپیماش رصد بشه که رفته سوریه داره اسلحه میبره. میدونید چه افتضاحی هم برای بوئینگ به پیش میاد برای بقیه. البته من مخالف این نیستم که مردم ایران سوار هواپیمای خوب بشن که سقوط نکنه، این که خیلی، ولی میخوام بگم موانعش اینه، موانع مالیش جدیه، موانع سیاسیش هم جدیه. بنابراین هنوز به نظر من ابهامات جدی وجود، ولی همین که ببینید آقای فرادی، همین که این معامله رو بیان اعلام بکنن، ببینید هم و هم بقیه کمپانی ها با سرعت 100 برابر شروع کردن در آمریکا لابی کردن چیکار کنن، اجازه بدن جمهوری اسلامی از سیستم بانک آمریکا استفاده کنه، از دلار استفاده کنه. یعنی خود این به خاطر هم پیش قرارداد که بستن یا این تفاهم نامه میشن لابی های جدی نفع جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از شما آقای حسن دایی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.